طالبان یک نظامی پیشین را در ولایت پروان بازداشت کرده اند. ممنوعیت فعالیت کارمندان زن توسط طالبان. بیننده های گرامی، درود و سلام بر شما. ممنوعیت فعالیت کارمندان زن توسط طالبان. 3300 کارمند سازمان ملل متحد برای اعتراض در خانه مانده اند. سازمان ملل متحد میگوید که 3330 مرد و زن افغان شاغل در این سازمان در اعتراض به ممنوعیت کارمندان زن سازمان ملل متحد در افغانستان روز پنجشنبه برای دومین روز پیاپی در خانه مانده اند. شورای امنیت سازمان ملل متحد پنجشنبه یک جلسه اضطراری برگزار کرد و خواستار لغو این ممنوعیت شد. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، تاکید کرد که فعالیت همه کارمندان این سازمان برای ارائه خدمات نجات بخش به میلیون ها نفر در این کشور حیاتی است و نمیتوان زنان افغان را با مردان جایگزین کرد. سازمان ملل متحد میگوید که 3330 مرد و زن افغان شاغل در این سازمان در اعتراض به ممنوعیت کارمندان زن سازمان ملل متحد در افغانستان روز پنجشنبه برای دومین روز پیاپی در خانه مانده اند. شورای امنیت سازمان ملل متحد پنجشنبه یک جلسه اضطراری برگزار کرد و خواستار لغو این ممنوعیت شد. استفان دوجاریک، سخنگوی وزارت سازمان ملل متحد، تاکید کرد که فعالیت همه کارمندان این سازمان برای ارائه خدمات نجات بخش به میلیون ها نفر در این کشور حیاتی است و نمیتوان زنان افغان را با مردان جایگزین کرد. او گفت هدف سازمان ملل متحد پرهیز از وضعیتی است که در آن زنان از کشورهای دیگر که ممنوعیت کار شامل آنها نمی شود جای زنان افغان را بگیرند. سازمان ملل متحد تقریبا 3900 کارمند در افغانستان دارد که 3300 نفر آنها اهل افغانستان و 600 نفر هم اعضای بین المللی آن هستند. این شامل 600 زن افغان و 200 زن از کشورهای دیگر است. طالبان یک نظامی پیشین را در ولایت پروان بازداشت کرده اند. عفو عمومی دروغین. طالبان اشغالگر و مرتد نصرالدین سالنگی را ساعت 3 بجه شب گذشته از منطقه اولنگ ولسوالی سالنگ ولایت پروان که یک تن از افسران قول اردوی شاهین در حکومت پیشین بود با بی‌رحمی به باردوم دستگیری کرده و به جای نامعلوم انتقال داده اند. عبدالحسیب نبرد، با تشکر که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بودید.